بیننده بخش خبری نوه شب هستید دانشمندان چینی میگویند موفق به شناسایی سازکار یک سیستم ایمنی در گیاهان شدند که این کشف ممکن است نیاز به استفاده از آفتکش برای محصولات کشاورزی را کاهش دهد گزارش دکتر شیده رضایی یک تلاش مشترک دانشمندان آکادمی علوم و ژنتیک و بیولوژی تکاملی چین و دانشمندان دانشگاه چین هوا در مرکز توجه محققان ایمونولوژی، فیزیولوژی گیاهی و متخصصان محیط زیست قرار گرفت. شیوهی که ما به کار میبریم استفاده از پرتین های دفاعی گیاه برای ایجاد مقاومت در بصر هاست به این ترتیب آنها در برابر بیماری ها و آفات و حشرات مقاوم میشوند یافته های آنها نشان می دهد که با اولیگومرسازی نوکلئوتیدهای های هسته یا تبدیل مولکول‌های های پروتئینی سنگین آن به واحد هایی که جرم مولکولیشان کمتر از 5000 است و تلقیح آن به سلول بذر فرایند تولید پاتن یا واکنش دفاعی در گیاه آغاز می شود. مکانیسمی مشابه آن در باکتری ها و حیوانات شناخته شده بود اما نبود دانش و کافی درباره ایمنی شناسی گیاه موجب افزایش مصرف روز افزون ها و آنتیبیوتیک ها بود با این کار نیاز به مصرف آفت ها و آسیب های آن به محیط زیست کم میشه و علاوه بر آن گیاه مقاومتر خواهد بود این شیوه مذیعت های بسیاری در پیشگیری از آلودگی شیمیایی خاک کشاورزی و محیط زیست خواهد داشت بنا به برآورد فائو سازمان کشاورزی و خاربار سازمان ملل متحد دست کم 10 تا 15 درصد محصول قله سایلیانه در جهان به دلیل آفتها و بیماری های گیاه از بین می رود و مصرف آفت ها برای جلوگیری از این پدیده محیط زیست را نابود می کند و به سلامت افراد آسیب میزند. زند. شیده رضایی صدای آمریکا.